خب برام خداوند، برام خداوند سبحان، البته جای خوشی و سعادت است که در خدمت عزیزا هستیم و بتونیم از قرآنی که واقعا بحر است، همه میدانیم بحر بیکرانی است و ما تا بعض اوقات من میگم قطرات شاید از قطرات هم که کوچکترش شاید ما اگر استفاده کرده بتونیم میتونه که بر ما حیات ببخشه، واقعا حیات روحانی و معنوی. اینا جای سعادت است که بتونیم از این حق قدر استفاده کنیم با این عمر کوتاهی که ما داریم. در اینجا امروز بحث امروز روی از تاپیک یا عنوان گرفتیم که What is Islam and who is Muslim؟ اگر یک سوال بکنم از دوستا و حاضرینی که هستن اینجا، شما چی فکر میکنید؟ What is Islam و اسلام چیست و مسلمان کیست؟ که ما معمولا در عموم مسلمین فکر میکنیم که اسلام یعنی پیروای محمد صلی الله علیه و سلم، یعنی کدام تعریف دیگه غیر از این داریم ما شما؟ که یعنی اسلام تنها و تنها به محمد صلی الله علیه و سلم ختم میشه یا ایست که بالاتر از اوست؟ بالاتر از اوست. چرا ما بر ما مسلمان ها در طول تاریخ گفته شده که ما مسلمان هستیم چون پیرو محمد صلی الله علیه و سلم هستیم و ضمناً قرآن کتاب ماست که شک نیست به درست است، اما با تأسف که به میجه اکتفا نکردن و گفتن دیگرا کافر هست. ما مسلمان هستیم، کسایی که با قرآن ایمان ندارن کافر هستن، کسایی که با محمد ایمان ندارن کافر هستن، که اشتباه محض است. اشتباه از دید قرآن کاملا مردود است. قرآنی را تایید نمی کنه، اصلا تایید نمی کنه. به می خاطر ما خواستم که اگر بتانیم امروز در این بحث اولی که داریم سر اسلام چیست و مسلمان کیست صحبت بکنیم. اصلا بعض اوقات با کسایی که مسلمان نیستن اگر همچون چیزها رو الان مطرح بکنن که ما 1400 سال است که دین داریم، هنوز ما مطمئن نیستیم که اسلام چیست و مسلمان کیست، یک اندازه خنددار است. ولی با تأسف امروز اکثریت مسلمان ها، عرب و غیر عرب، اکثریت به یقیده هستن که مسلمان یعنی ما، یعنی ما امت محمد صلی الله علیه وسلم پیامبر آخر زمان و پیرو قرآن کریم. به اون خاطر من خواستم که اول شروع بکنیم از یک چند آیه، یکی از آیات قرآن کریم. البته این آیات همونطور که میبینین شماره شما هست سوره بقره 128 و ضمناً در این قسمت بالایی خواهد بهتون نام بده چیزش اینجا من در سلاید دارم که نشان میده که آیه آیه مدنی هست، یعنی سوره بقره سوره مدنی هست. در حقیقت قرآن کریم در آیه مبارک یاد میکنه اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. البته قصه حضرت ابراهیم و حضرت اسماعیل است، وقتی که خانه کعبه را بنا میخواهند بکنند، خانه کعبه را بنای مجدد بگوییم بهتر است. در آیه 128 اش یاد میکنه که ربنا وجعلنا مسلمین لک، خداوندا ما را دو مسلمان به خود بگردان، و من ذریتنا امتا مسلمتا لک، و از اولاد ما یک امت مسلمان. حضرت ابراهیم هزارها سال قبل از ولادت پیامبر آخر زمان زندگی میکردن. اونا چون قرآن کریم به عربی آمده به اون خاطر کلمه عربیش یاد شده، به اون خاطر به اون آوردم ترجمه هم هایلایت هم کردیمش رنگ سرخ اینا که دوستا ببینن که کلمه مسلمین ذکر شده. و من شنیدم، من نمیدارم دوستا شنیده باشن، عزیزای ما شنیدن یا شنیدین یا نی، من شنیدم که بعض
از بعضی مسلمین که گفتم که پیامبرای دیگه آرزو میبرن در روز آخرت، آرزو میبرن که ما هم از امت محمد صلی الله علیه وسلم حشر شویم در روز آخرت. برای اینکه یه آیه را وقتی میبینن که دعا میکنه حضرت ابراهیم و حضرت اسماعیل ربنا وجعلنا مسلمین لک، خداوند ما را دو مسلمان بگردان. یعنی مسلمان تعبیری که امروز در بین اکثریت ما مسلمان ها هست که پیرو پیامبر آخر زمان. خب پس روایاتی هم برای ساختن گفتن که حتی پیامبرای اولوالعزم مثل حضرت ابراهیم هم آرزو بردن که امت پیامبر آخر زمان باشند، در حالی که معنای از این اگر این جمله را معنا بکنیم بسیار ساده و روشن است. قرآن کریم در ترجمه انسانیات میکنه سرندر یا سبمیشن، تسلیم کردن معنا میده. مسلمان یعنی تسلیم خدا بودن معنا میده. یعنی اینجا حضرت ابراهیم و حضرت اسماعیل علیه السلام اینا دعا میکنن به خداوند که خداوند ما را دو نفر، دو انسانی که تسلیم تو باشه ما را بگردان، تسلیم ذات تو باشه. اصلا از محمد پیامبر آخر زمان خبری نبوده. حضرت ابراهیم و اسماعیل هر دو هیچی نمی فهمیدن، هزارها سال قبل بودن. نایات میکنن که نه تنها ما را دو مسلمان به خود بگردان، بلکه و من ذریتنا امتا مسلمتا لک، و از اولاد ما هم. خب اولاد حضرت اسم اولاد ابراهیم است، اگر اولاد ابراهیم امروز یهود، نصارا و مسلمان، هر سه اولاد حضرت ابراهیم است. حضرت اسماعیل پدر درکت مسلمین و از یعقوب و اینا که باز اولادشان مسیح و یهودی و اینا چیده است. یعنی اونا خواستشان دعای حضرت ابراهیم و اسماعیل در اون لحظه می بود که خداوند از امت ما هم، از اولاد ما، نه امت ما، از اولاد ما یک امت مسلمان به خود بگردان، یعنی کسایی باشن که تسلیم تو باشن، تسلیم ذات خداوند باشن. یعنی امروز ما عقیده ما بسیار تخطی کردیم از این فرامین خدا که امروز ما میگیم نیم یک مسیحی هم تسلیم خدا نیست، یک یهودی هم تسلیم خدا نیست، یک ما مسلمان هستیم، ما تسلیم خدا هستیم، جنت هم از ماست، خدا هم از ماست، همه چیز از ماست، دیگه کافر است. یک اشتباهی است که واقعا مخالف قرآن کریم است، شکی درش نیست از دید قرآن کریم واقعا. و آیه بعدیش می فرماید و وصا بها ابراهیم و بنیه و یعقوب، و حضرت ابراهیم و حضرت یعقوب امیر توصیه کردن به فرزندان خود، برای اولاده خود توصیه کردن، یا بنیه و فرزندان ان الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن الا وانتم مسلمون، که خداوند به شما دین را انتخاب کرده، دین را پسندیده که و شما تا پایان عمر، تا پایان زندگیتان با خدا تسلیم خدا باشید، مسلمان تسلیم خدا باشه. یعنی حضرت ابراهیم و حضرت یعقوب از فرزندان خود نخواست شما زنده باشین که باز برای محمد پیامبر آخر زمان ایمان بیارین با نامتان مسلمان شد. اصلا خنددار است که همچون تعبیر ما بکنیم. یعنی منظوری می بوده که تا پایان عمر شما تسلیم بانه. توصیه می کنن حضرت ابراهیم و حضرت یعقوب فرزندان خود همچنین توصیه میکنه، هم توصیهشان توصیه از اونا را قرآن کریم تذکر داده و ضمناً اعتراف از اونا را، اعتراف از اونا را که توصیه پدری از اونا را شنیدن، توصیه پدر خود حضرت ابراهیم و یعقوب شنیدن، قبول کردن و اعتراف خودشان میگه، یا در قرآن کریم آمده برای ما گذاشتن که ما نباید قدر دور شویم از قرآن که دیگران را کاملا مردود بدانیم. ام کنتم شهدای حضر یعقوب الموت، یعنی وقتی شما شاهد بودین که وقتی حضرت مرد به حضرت ابراهیم، حضرت یعقوب نزدیک میشه، وقتی اونا در بستر مرد میباشن
و بر فرزندان خود میگن که شما ما تعبدون من بعدی، شما کی رو پرستش میکنید بعد از من؟ حضرت یعقوب وقتی در بستر مرگ است بر فرزندان خود توصیه میکنه که بعد از من کی رو پرستش میکنید؟ فرزندانشان یاد میکنه که قالو نعبد و الهک، ما خدای تو را پرستش میکنیم و اله آبایی که ابراهیم و اسماعیل و اسحاق و خدای پدران تو حضرت ابراهیم و اسماعیل و اسحاق الهن واحدا، خدای یگانه. ببینید اینا فرزندان یعقوب که موز مسیحی و یهودی، اینا فرزندان امینو هستن، اونا پدرانشان امین تعهد سپردن، همین تعهد کردن، توصیه پدری حضرت ابراهیم و یعقوب شنیدن و خودشان هم اعتراف خود را کردن در اینجا. و نحن له مسلمون، و ما مسلمان میمانیم یا ما تسلیم خدا میباشیم. یعنی هدف از اسلام تسلیم خدا بودن است، تسلیم خدا. کسی که تسلیم خداست کارش با خداوند درست است، که در عربی تسلیم مسلمان معنا میده، مسلمان میشه، ترجمه کنیم بوره مسلمان معنایش است. و حالا بیاییم ببینیم که خود حضرت عیسی، حضرت عیسی که امروز ما منعیسه یکی از پیامبرهای اولوالعزم میشناسیمشان و پیش پیروای خود حضرت، پیروای حضرت مسیح، اونا را به نام خدای پسر خدا میدانه. در اینجا یاد میکنه فرم ما احس عیسی منهم الکفر، وقتی که خب داستانش همه میدانیم که حضرت عیسی را فارسی ها یا علمای مذهبی رد کردن و قبولشان نکردن و در قرآن کریم به اشاره یاد میکنه که ردش کردن. قال، گفتن من انصاری الله، کیست که ما را در راه خدا کمک بکنه؟ من را در راه خدا کی کمک میکنه؟ حضرت عیسی میگه، میپرسن، سوال میکنن از حواریون خود. قال الحواریون، حواریون میگن نحن انصار الله، ما کمک میکنیم، یعنی ما کمکی هستیم برای تو، از طرف، یعنی در ترجمهش روشن میکنه که ما تو را در راه خدا کمک میکنیم، یعنی به این معنا که ما در خدمت هستیم، ما کمک میکنیم تو را، تنها نمیگذاریم تو را. نحن انصار الله آمنا بالله، ما ایمان آوردیم به خدا، ایمان داریم به خدا، مؤمن به خدا هستیم. وشهد به انا مسلمون، حواریون حضرت عیسی میگه، حواریون حضرت عیسی برای خود حضرت عیسی یاد میکنه که میگه تو شاهد باش که ما مسلمان هستیم، تو شاهد باش که ما مسلمان هستیم. یعنی به بی صراحت قرآن کریم یاد کرده اینا. یعنی راستی که من تعجب میکنم که چطور شده که از ما همچو حقایق را دور ماندن، برای مردم، برای کافی مردم نرسیده، متاسفانه یک شکل دیگه این تعبیر شده. اگر قرآنی تعبیر شده واقعا زیبا هست، بسیار زیبا هست. وشهد، تو شاهد باش که ما مسلمان هستیم، یعنی تو شاهد باش که ما خود را تسلیم خدا کردیم، تسلیم خدا هستیم. میریم یک قدم معقب، میریم حضرت موسی، حضرت موسی، و قال موسی یا قوم ان کنتم آمنتم بالله، او قوم من، حضرت موسی برای یهودی ها میگه، او مردم، او قوم من، اگر شما ایمان به خدا دارین فعلی توکلو، به او اعتماد بکنید. ما اعتماد ما متاسفانه به غیر خدا بیشتر بوده، با تأسف، یک عالم چیزایی که روایات، البته روایات خوب سر جایش هست، من
اما روایاتی که مخالفت با قرآن داره، با عقل سلیم ما نمی سازش نداره، خب امت کشانده شده به سوی روایات. توکل با او شده بیشتر تا توکل به خدا یا کلام خدا بگه. پس میگه که اگر شما واقعا ایمان دارین به خدا، فعلی توکل با او توکل بکنید. این کنتم مسلمین، اگر شما مسلمان هستید. حضرت موسی برای پیروان خود میگه که اگر مسلمان شما، یعنی اونا میگفتن که ما تسلیم خدا هستیم، اگر شما تسلیم خدا هستیم بس به او اعتماد بکنید، گپ بزنید و پس این صحبت هایی رو قبول کنید. باید این کنتم مسلمین، خب کلمه مسلمین ما گذاشتیم به اون شکل که دوستا ببینن که حتی اون کلمه در قرآن کریم تذکر رفته. در 1400 سال ما این کلمه رو داریم به این شکل باقی مانده. واقعا زیبا است. بیام در مورد باز عقب‌تر بریم، در مورد حضرت لوط است. وقتی که ملائکه میگن که لوط قوم لوط را رد میکنه پیامبر را و قوم باید مجازات شوند، اینجا یاد میکنه که فما وجدنا فیها غیر بیت من المسلمین، جز یک خانه مسلمان دیگه ما پیدا نکردیم. کی بود؟ حضرت لوط بود، خودشان. حتی خانمش هم نبود، خانمش هم مخالفت کرد. فما وجدنا فیها غیر بیت من المسلمین، سوره زاریات های 36. بله؟ درست است، چیز است جای دیگه هم آمده، ولی و این سوره 51 و این 36 است. بله. خب این آیات بود که مشخصا کلمه مسلمون یا مسلمین را درش تذکر رفته بود. حال ما همونطور که یاد کردیم که مسلمان یعنی تسلیم خدا، اسلام چیزیست که اسلام تسلیم شدن به خدا، و مسلمان کسیست که خود را تسلیم خدا میکنه، اونامش مسلمان میشه. هر کسی که خود را تسلیم خدا کرد کارش درست است. پس اگر این ما به این عقیده باشیم که هر کسی که خود را تسلیم خدا کرد کارش درست است، پس یک مسیحی که تسلیم خدا میکنه خدا کارش درست است پیش خدا، دیگه مسیح کافر نمیشه. یک یهودی که خدا تسلیم خدا کرده کارش درست است، دیگه او کافر نیست. در اینجا در این آیه 112 سوره بقره که سوره مدنی هست یاد میکنه بلا من اسلم و وجهه لله. من کلمه زیبایی است، یک حرف است در عربی، حرف من هر او کسی که، اینجا در ترجمه انگلیسیش مشتبه که everyone یا anyone، همین معنا را میده، everyone یا anyone یا هر کس یا هر که، هر کسی که خود را، من اصل ما و شهود الله، هر کسی که خود را کاملا تسلیم خدا بکنه، قلبا خود را تسلیم خدا بکنه، و یک شرط دوم داره که و هو محسن و نیکو کار باید باشه. چرا؟ وقتی انسان تسلیم کرد خدا به خداوند، میوه از او، ثمره از او نیکی است، خوبی است. چرا کسی که انسان خوب نیست باید من تسلیم خدا هستم و کار بد انجام میده، او تسلیم خدا نیست، فقط صرفا به زبانی کار کرده. یعنی عملا اگر واقعا تسلیم خدا هست انسان خوب باید باشه، شک درش نیست. دیگه این که اشتباه انسان میکنه، همه ما انسان هستیم، خطا و کمبود و اشتباه داریم، بله اونا چیز دیگه است، رای خدا بهتر میسازیم، معذرت میخواییم،
مغفرت میخواهیم، خداوند ما را میبخشه، ذات مهربانی هست. اما اونایی که عملا بدی انجام میدن، عملا بدی میکنن و هیچ وقت هم ندامت نمیکشن، اما روششان هست و میگن ما مسلمان هستیم، ما تسلیم خدا هستیم، اینا دیگه پیش خدا از دید قرآن کریم مقبول نیست، قابل قبول خدا نیست. و در اینجا یاد میکنه بلا من اصلا ما وجه الله و هو محسن، هر کسی که خود را تسلیم خدا کرد و نیکوکار بود، فله اجره عند ربه، اجر و پاداشش نزد خدا هست. واقعا جالبه، هر کسی که هست، تنها مسلمان نیست اینجا. ولا خوف علیهم ولا هم یحزنون، و نه خوف داشته باشه و نه ترس را به خود راه بده. کلمه دیگه که در آیه، البته آیات زیاد است، من چهار آیه دیگه هم دارم در این مورد، چون وقت همه قدر اجازه میداد و باز ویدیو، یک چند ویدیو هم داریم در این مورد. و من یسلم وجهه الی الله و هو محسن، باز هم این تاکید است که قرآن کریم یاد کرده، سوره لقمان آیه 22. و هر او کسی که now whoever surrenders his whole being، هر او کسی که خود را تسلیم خدا بکنه و هو محسن و انسان نیکوکار باشه، انسان خوبی باشه، نیکی بکنه، فقد استمسک بالعروة الوثقی، حقیقتا به دستاویز محکم چنگ زده، دستاویز محکم چنگ زده. آیات دیگه است که بازیاد میکنن لن فسامله ها، که گسستنی نیست، دستاویز محکم است که چنگ زده. و الالله عاقبت الامور، و من احسن قولا ممن دعا الالله، از این سخن کده کدام سخن بهتر است که انسان به سوی خدا دعوت بکنه، به سوی خدا. حتی وقتی آیات را میبینم، من دقت میکنم، به این نتیجه میرسم که تا ما به سوی پیامبرها دعوت نکنیم، به سوی خدا مردم دعوت کنیم، اونا خودشان رای خود انتخاب بکنن از کدام طریق به خدا میرسن، به کجا قرار دارن. چرا هیچ پیامبر به سوی خود دعوت نکرد، به سوی خدا دعوت کرد، به امت خدا، به سوی خدا دعوت کردن. و یک انسان به سوی خدا میره از کدام طریق میره مربوط از ایست که در کجا قرار داره، در کدام شرایط هست، کدام برش سهل و آسان هست، از اون طریق میره به خدا میرسه، مربوط از او هست. اما وظیفه مؤمنین امیست که انسان را، انسانهایی که از به خدا نرسیدن، اونا را دعوت بکنن به سوی خدا. مربوط این که کمک میخواید انسان کمکش میکنه به چه شکل، اما در غیر از او انسان باید که دعوت بکنه اونا را که به سوی خدا باید بیان. و قال و بگوید که اننی من المسلمین، از این که کی بهتر است که انسان را به سوی خدا دعوت بکنه و بگوید که من مسلمان است، من تسلیم خدا هستم. هست واقعا زیبا هست، واقعا بسیار زیبا آیاته هست که در این موارد دقت شده بسیار کمک میگن. البته این آیه آیست در سوره قلم آیه 35، سوره قلم آیه 35، این اولین بار است که کلمه مسلمون یا مسلمین وحی شده، اولین بار است که در سوره قلم، یعنی بعد از اون بازی آیات دیگه آمد سوری مدنی مکی که میگیم آیات بعدی است. اما همین اف نجعل المسلمین کالمجرمین، آیا، یعنی آیا ما، خداوند میفرماید آیا ما و کسایی که تسلیم ما هستن با اونا این معامله را میکنیم که با مجرمین میکنیم؟ اولا
ببینیم که یک کمک توضیح بدم که امروز گاندی را فکر بکنیم، امروز مادر تریسا را فکر بکنیم، ایام محمد صلی اللہ علیہ وسلم یکشان نبود یا امثالشان، ولی شخصیت هایی بودن که در نامشان به تاریخ در تاریخ بشریت زنده است، در خدمت انسان بودن، خدمت کردن، انسان صالحی بودن و در ایران جان خود از دست دادن، تا آخرین رمق حیات کار کردن. حالا قرآن کریم یاد میکنه که افن اجعل المسلمین کردن، اونها مسلم تسلیم خدا بودن دیگه، ایمانی که به خدا داشتن از یک طریق دیگه خدا رو شناختن، اونها از طریق ما، ما از طریق دیگه شناختیم، اونا از یک طریق دیگه شناختن. حال خداوند یاد میکنه که شما فکر میکنین که ما اونایی که تسلیم ما بودن اما پیرو و پیامبری که شما هستین اونا نبودن، ما با اونا معامله خراب میکنیم، اونا رو مجازات میکنیم؟ ابدا نیست. ببین خدا واقعا خدا خدای همه است. البته تو آیات بعدیش هم آوردیم، یک چند آیه بعدی که مختصر هم هست. بسیار ببینید ببین که من یعنی سوره قلم که من آیات بعدیش هم خدمتتان یاد بکنم که در اینجا نه یاد میکنه خانه جعل المسلمین که یک دو سه آیه دیگه شون توضیح بدم، آیات مختصر است براتون واضح میشه، اگر اندازم باز بهم دوباره اگر واضح نشده بود ما لکم. در قرآن کریم یاد میکنه که آیا شما فکر میکنین که اونایی که تسلیم خدا هستن، تسلیم خدا هستن یعنی من علاوه میکنم که تسلیم خدا هستن ولی پیرو محمد صلی الله علیه و سلم نیستن، مثل که ما فکر میکنیم که ما تنها مسلمان هستیم دیگه، ما به این شکل برای ما تعلیم داده شده که ما مسلمان هستیم، یعنی درست است که پیرو محمد صلی الله علیه و سلم نیست، به اونا ایمان ندارن، به قرآن ایمان ندارن، ولی اونا تسلیم خدا هستن، آیا شما فکر میکنید که ما با اونا اینطور معامله میکنیم که با مجرمین معامله میکنیم؟ و ما لکم کیف تحکمون، آیه بعدی است، ما لکم چی شده شما را، این چی گونه قضاوت است که شما میکنید، ما لکم در ترجمه انگلیسیش میگه که what is a mess with you, what kind of judgment is this که شما میکنید، که اونا چون پیروی محمد صلی الله علیه و سلم نیستن دیگه، ما باید در دوزخ برن. امروز اکثریت مسلمان تو فکر میکنن، اکثریت مسلمان هم تو فکر میکنن، و قرآن کریم یاد میکنن که مالکم چی شده شما را، کیف تحکمون، چگونه قضاوت است، چگونه حکمیت است که شما خود را حاکم ساختید. آیه بعدیش ام لکم کتابون فیه تدرسون، آیا شما خیلی کدام کتاب دیگه دارین که از او درس میگیرین و این براتان تعلیم داره؟ یعنی خداوند خود تعلیم را داره، خداوند خود یاد کرد که ما شما آیات قبلی را شنیدیم که یاد کردن که بلا من اسلم وجهه لله وهو محسن فله اجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. به هر او کسی که خود را تسلیم خدا بکنه، آیه 112 سوره بقره، هر او کسی که خود را تسلیم خدا بکنه و نیکو کار باشه، اجر و پاداشش پیش خداوند هست، حفظ است، مسئول است، ولا خوفون علیهم ولا هم یحزنون، نه خوفی داشته باشند و نه ترس را به خود راه بدن. پس حال حتی خداوند تعجب میکنند، متوجه شده هم لکم کتابون فی تدرسون، آیا شما یک کتاب دارین، کتاب دیگه دارین نه جانب خدا که میگین است که شما فکر میکنین که اون را میخونین و اینطور تعلیم بکنین. سوالی خدمت شما،
خواهش میکنم. محسن و دفتران بیشتر شدید به عمل صالح و به این که اگر یک کسی به تسلیس عقیده داشته باشه هنوز محسن حساب میشه. بسیار ببینید که مسئله عقیده قرآن کریم که 1400 سال پیشتر وحی شد، 600 سال پیشترش با تورات انجیل که در حدود 300 سال پیشتر از اون کاملا به این شکل که امروز هست ترتیب شد بود. از مسیحی ها حضرت عیسی را به نام خدا یا پسر خدا می دانستن و کتابشان به اون شکل که امروز هست پیشان بوده، ولی قرآن کریم آمد اونا را اهل کتاب خوان. قرآن کریم آمد به این شکل یاد کرد که اگرچه که ما البته انشاءالله در بحث از او باز سر صحبت میکنیم که قرآن کریم راضی نیست از این آیه، از نظر تسلیس و اینا بسیار بصراحت قرآن کریم رد میکنه، ولی اونا را اهل کتاب میدانه. اهل کتاب میدانه یعنی حتی آیه 62 سوره بقره اگر متوجه شده باشید، ان الذين امنوا که مسلمان ها را خطاب میکنه خداوند، و الذين هادوا یهودی ها و النصارى و النصرانی ها. این آیه در سال دوم هجری در مدینه منوره نازل میشه، یاد میکنه و صابی ها رو یاد میکنه. چهار طبقه در اونجا مرسوم شناخته شده بود، همین چهار طبقه را یاد میکنه و باز یاد میکنه که من آمن بالله و الیوم الاخر و عمل صالح. اینجا کلمه عمل صالح یاد شد. هر او کسی که به خدا ایمان داره و مسئولانه زندگی میکنه، روز آخرت، ایمان به روز آخرت یعنی ایمان زندگی مسئولانه که انسان خود را اکاونتبل میدانه پیش خدا، مسئول میدانه که اگر کاری خراب کردم یک روز پیش خدا رفتنی است و از ما بازخواست میشه، پرسیده میشه. و انسان و عمل صالحا و عمل نیک انجام میدن، کار نیک انجام میدن، کار خوب انجام میدن. پس اینجا عمل نیک، عمل صالح یاد شده و در آیات پیشتر فردن محسن، محسن هم نیکوکار هم معنا شده، اما انسان خوب بودن بیشتر، انسان خوب بودن مطرح است. یعنی انسان خوب باشه به هر شکلی که هست، بر عقیده که هست انسان خوب باشه. انسان بدی نباید بکنه انسان ها، بلکه خوبی تا جایی که مقدور است، تا جایی که در توانش هست باید انجام بده. و در می آخر همی آیه مبارد 62 سوری بقره قرآن کریم یاد میکنه که فلا وجههم عند ربهم ولا خوف علیهم ولا هم یحزنون. نه خوف داشته باشن و نه ترس را به خود را بدن. یعنی این آیه مبارکه که در اوایل مدینه نازل شد، یک بار دیگه عین آیه با یک اندک تفاوت، یک بار دیگه در آیه 69 سوره مائده نازل شد که در آخر حیات پیامبر بود، یک بار دیگه نازل شد که تاکید بکنه که ان الذين امنوا والذين هادوا والنصارى، اگر مسلمان هستی، اگر مسیحی هستی، اگر یهودی هستی، اگر صابی هستی یا هر کسی دیگه، کسی چرا بلا فاصله یاد میکنه من آمنه بالله و الیوم الاخر. هر او کسی که با خدا و روز آخر، مثل که جناب دکتر آزاد رات یاد کردن، ما در پنل که هستیم امروز 5-6 نفر هستیم، زردشتی داریم، باهایی داریم، همه شامل از این آیه هست. من آمنه بالله، اگر با خدا ایمان دارن، اعتراف میکنن با خدا ایمان دارن، مسئولانه زندگی میکنن و انسان خوب و صالح هستن، پیش خداوند اجر و پاداش را محفوظ است. قرآن کریم به میزه و یاد میکنه. اینجا افنج علوم گفتم املکم کتاب فی تدرسون، آیا کتاب دیگه شما دارین از جانب خدا که او را میخوانین که تو یک چیزی گفته باشن؟ ما خود نگفتیم، خدا میگه مثل که یعنی ما اینطور تعبیر میکنم که مثل خداوند یاد میکنه که ما خود نگفتیم، ما خود اینطور میگم که افا نجعل المسلمین کل مجرمین، کسی که تسلیم محض او را اطور معامله نمی کنم امرایش که با مجرمین محاسبه می کنم. یا بادایی بعدی شاید می کنم این نلکم فیه لما تخیرون
و شما او یک کتاب را میخوانید، یک کتاب دیگه به شما هست، او را میخوانید و هر چیزی که شما از او انتخاب میکنین، هر چیزی که شما تخیل، یعنی شما انتخاب کردین، اختیارش کردین، او را میپسندین بر خود و میگین که ما این بطور میگیم، این بطور است و مطابق میل شما باید انجام شوانیم. اصلا تو یک چیزی نیست واقعا بسیار زیبا هست. میایه که خب حالا میایم سر آیه اصلی که یک مختصر زود تمام میکنیم که ویدیو را مختصر است، البته ویدیو یک پنج دقیقه زیاد هم نمیگیره انشاءالله. این دین عند الله الاسلام، ببینید این دو آیه ما در قرآن کریم داریم، یکی در اردوش هم در سوره آل عمران است، یکی آیه 19 هست، یکی آیه 85 که در مورد اسلام صحبت میکنه. این دین عند الله الاسلام، دین در نزد خدا اسلام است. مسلمان های فراتی ما که به یک عقیده هستند که دیگر همه کافر هستند، فقط ما مسلمان هستیم، خدا از ماست و جنت از ماست و حور از ماست و همه چیز از ماست، دیگر همه عذاب باید بکشن، اونا به می دعای استناد میکنن که یعنی دیگه شما کار نداریم، خدا خودش گفته که این دین عند الله الاسلام، دین در نزد خدا اسلام است. اسلام این میست که ما داریم، یعنی به کتاب ما ایمان داشته باشیم، هر کس به قرآن ایمان داشته باشه، هر کس به پیامبر ما ایمان داشته باشه، اونمون اسلام را پذیرفته. در حالی که اسلامی که ما شما در این ساعت صحبت کردیم، او اسلام است که تسلیم شدن به خدا هست. هر اون کس، چون دین همه پیامبران اسلام بود. حضرت موسی گفت که برای امت خود گفت که اگر شما مسلمان هستین به او توکل بکنید. حضرت عیسی از حواریون خواست، حواریون گفتن که تو شاهد باش که ما مسلمان هستیم، پس دینشان اسلام بوده. در رای 135 بقره که وصیت حضرت ابراهیم و یعقوب را فرزندانشان گفت که بله ما به خدای تو و خدای پدران تو ابراهیم و اسماعیل و اسحاق یعقوب اسحاق ایمان داریم و نحن له مسلمون و ما تسلیم از او هستیم، یعنی ما یعنی دینشان اسلام شد دیگه. دین همون اسلام است. چرا یک دین است پیش خدا. اینجا کلمه جمع ایک جای در قرآن کریم کلمه ادیان وارد نیست، هیچ نام آمده قطعا نداریم، ادیان نیست جای، فقط دین آمده مطرح است و دین یک دین است که او تسلیم شدن به خدا است. از کدام طریق؟ از طریق هر کس، از طریق پیامبر خود که میتونن که در هر زمانی که بودن. و آیه بعدیشان و من یبتغی غیر الاسلام دینن فلن یقبل منه، و هر او کسی که غیر از اسلام دین را قبول بکنه از او پذیرفته نمیشه و در آخرت زیانکار است. و این آیات است که واقعا اگر ما امی آیات اسلام مسلمین و مسلمون اینا را کنار هم نگذاریم و مطالعه نکنیم، این آیات واقعا تکاندنده است. یعنی واقعا خودش میگه که هر کسی که قرآن محمد را قبول نکنه صلی الله علیه و سلم، درود خدا برشان باد، اگر قبول نکنن کارش تمام است. این معنا را میدن. اما وقت ما آیات را کنار هم میگذاریم، پروی هم میگذاریم، مطالعه میکنیم، میبینیم که نیم اصلا اسلام دین همه پیامبرها بوده، اسلام دین همه پیامبرها بوده، نه تا از پیامبر گرامی بود. البته ما مسلمان هستیم، بله، به تصویر کوچکش ما، تصویر بزرگ اسلام دین همه پیامبر ها هست. و این هم یک نکته دیگر هم علاوه بکنم که من بارها نمی عقیده بودیم و از طریق برنامه خودمون در تلویزیون زرین در یاد کردیم که اگر ما در این تصویر کلی اسلام را نپذیریم، تصویر کوچکش ما را به جای نمی رسانه. چرا؟ تصویر کلیش اسلام همه است، تصویر کوچکش امون میشه که ما مسلمان هستیم، ما دیگرها کافر میشه، ما مسلمان هستیم دیگرها کافر. در صورت ما در حقیقت آیت قرآن را رد کردیم، چرا آیت قرآن کمی آیت را که ما خواندم همش دمی فلسفه هست که برای پیامبرها همه مسلمان بودن، اولادشان همه یه سفارش کردن. بله خواهش میکنم. خب سوال جواب بسیار برای من چون وقت خب این تمام شد، اگر
یک ویدیو آقای ویدیو داریم انگلیسی ویدیو بسیار مختصر است منتها آقای فرزاد اونا گفتن که باز بیاین بگذارن بسیار مختصر است حتی ببینیم که اون ویدیوها چی برای ما خب البته ببخشید من اینجا میتونم که اینجا شاید چی بکنم اگر من اشتباه نکنم من شاید من خودم بتونم اینجا بسیار تشکر من فکر میکنم میتونم از جیب بله تشکر لطف کردید تشکر آقای فضل من فکر کنم از جیب من که درست کردم میتونم بسیار لطف کردید خوب Yeah, always.